خبرگزاری آناتولی در گزارشی به رشد اسلام ستیزی و به ویژه تبعیض نسبت به زنان مهاجر مسلمان محجبه در فرانسه پرداخته است. ابتدا به گزارش همکارم میلاد شادمان در این زمینه توجه فرمایید. خبرگزاری آناتولی در گزارشی به تاریخ 17 فوریه مصادف با 28 بهمن 1402 به بررسی رشد اسلام حراسی و تبعیض علیه زنان محجبه در فرانسه پرداخته است. در این گزارش به ویژه روی موانع اشتغال زنان محجبه و خصوصا تبعیض در استخدام و اشتغال آنان متمرکز شده است. این گزارش نشان می‌دهد که اکثریت زنان مهاجر محجبه در فرانسه به دلیل این موانع و تبعیض‌ها از جامعه کار و اشتغال طرد و قربانی تبعیض و نژادپرستی می‌شوند. آناتولی در تحقیق میدانی با 20 تن از زنان محجبه در فرانسه که قربانی تبعیض شدند مصاحبه کرده که اکثراً بعد از مدتی فرانسه را ترک کردند. این زنان بر این باورند که تبعیض‌ها در خصوص زنان و مسلمان هدفمند و برنامه‌ریزی شده بوده که آنها نتوانند در این کشور اشتغال و زندگی داشته و نهایتاً فرانسه را ترک نمایند. تحقیقات نشان می‌دهد که این تبعیض‌ها در پی ممنوعیت حجاب و پوشیدن عبایا در مدارس دولتی فرانسه و ممنوعیت حجاب برای کارمندان دولتی و بخش‌های خدمات عمومی و در سایر زمینه‌های اقتصادی و تجاری رو به گسترش است. تحقیقات منابع مستقل نشان می‌دهد که این تبعیض‌ها اختصاص به زنان مسلمان مهاجر آفریقایی تبار ندارد و حتی زنان مسلمان نسل دوم و سوم متولد فرانسه هم قربانی این تبعیض‌ها هستند. در واقع دولت و نهادهای قانونگذار فرانسوی تلاش می‌کنند فقط دو راه در پیش پای زنان مسلمان محجبه قرار دهند: یا برداشتن حجاب و ترک دائم یا موقت آن دست کم در محیط کار و تحصیل، و یا ترک فرانسه و مهاجرت به سایر کشورها، و عملا راه حل سومی در نظر گرفته نمی شود. این در حالی است که جمعیت مسلمان فرانسه بالغ بر 7 میلیون نفر است که 10% کل جمعیت این کشور اروپای غربی را شامل می شود و بسیاری از ایشان نسل‌های دوم و سوم و گاهی چهارم متولد فرانسه هستند، اما همچنان به دین و اعتقادات خود پایبندند. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه. همراه میشیم با دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی از شهر مقدس کربلا. سلام، وقتتون بخیر. جناب آقای خاقانی، آیا دولت فرانسه با در پیش گرفتن این سیاست‌های تبعیض‌آمیز نسبت به 7 میلیون مسلمان فرانسوی میتواند ایشان را نادیده بگیرد؟ با عرض سلام به شما و بینندگان عزیزتون، بله، من اگر اجازه بدین یه جانب دیگری از این قضیه رو میتونم بررسی کنم و اون جانبی است که متعلق به خود مسلمانان در فرانسه است. مسلمانان در انگلیس مثلا به حق خودشون رسیدن و میتوانن حتی در پارلمان انگلیس با حجاب باشن، ولی چرا در فرانسه این چیز رخ داد؟ چون مسلمانان فرانسه نسل دوم و سوم واقعا از اسلام کنار کشیده شدن و خودشون به دین و مذهب خود اعتقاد ندارن. از این نظر وقتی بعد از سال 1980 و همون نسل دوم و سوم به دنیا آمد و حرکت اسلامی در جهان رخ داد، اینان حجاب را جدید پوشیدند. از این نظر نتوانستند درباره حجاب دفاعی برای خود ایجاد کنند. به نظر بنده اگر این دو نسل دوم و سوم توانسته باشند که وارد پارلمان فرانسه بشوند و قانونگذاری و قانون اساسی را تغییر بدهند، می توانند کاری را بکنند. در عین حال کسانی که در آن طرف گوشه نشستند و مشغول اسلحه سازی و موشک سازی در کشورهای اسلامی می باشند، اگر تمرکز ایشان این کشورها، قصد من کشورهای اسلحه ساز، به جای اسلحه ساختن به ذهنیت کمک به مسلمانان این کشورها و رساندن آنها به جاهایی در رسانه و در پارلمان
که نتیجه آن دفاع از اسلام باشد خیلی بهتر از اسلحه می باشد. بله، جامعه فرانسه با توجه به سنت قدیمی دموکراسی و شعار آزادی و برابری و مدعای به رسمیت شناختن حق انتخاب چگونه چنین تبعیضی را توجیه می کند؟ توجیه چنین تبعیضی از همون جاهای مارکسیستی و سکولار گرفته شده که فرانسه از اینها، از این سکولارها به عنوان نماد تاریخ فرانسه نامگذاری کردن. همیشه در تاریخ فرانسه این چیز پیداست که دین همان دینی است که در کلیسای عصور وسطا بود، و این اشتباه که چاپ این دین و فوتوکپی این دین، دین مسیحی و تفتیش عقاید کلیسا که در تاریخ فرانسه خیلی تاثیرگذار بود، به دین اسلام منتقل شد. و همونطوری که در بدو حدیث هم گفتم، چون کسانی از مسلمانان در فرانسه اسلام حقیقی را نشان ندادن و یک ضرب از اسلام به عنوان اسلام داعشی نمودار شده، اینان قوی تر شدن. شما میدونید که ضریب هر کاری عکس العمل آن کار است، و اگر چند انفجاری که در فرانسه و چند کشتن چند سرباز فرانسوی در فرانسه موجبش همان داعش اسلامی بود، اینا فقط داعش را پاک کردن و اسلام را نمودار این کار قرار دادن. از این نظر عکس العمل آنها عکس العمل طبیعی به نظر میرسد. بله، سپاسگزارم از توضیحاتتون. دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی از شهر مقدس کربلا.